مأمورا گزارش تند و تیزی از این واقعه به تهران مخابره کردند. متن تلگرام هرچه بود رضا شاه رو به شدت عصبی کرد. اون خیلی زود همراه یک فوج زرهی راهی قم شد. شاید دوم فروردین 1307 بود که نظامیان حرم رو محاصره کردند. رضا شاه وارد صحن گردید و دستور داد اون رو یافته نزدش بیارن. اون رو آوردن و به پشت روی زمین خوابوندن. رضا شاه با چوب یا عصایی که در دست داشت این آخوند 56 ساله رو به باد کتک گرفت و اون چه که نباید می شد شد. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. شب عید نوروز 1307 عصمت الملوک دولت شاهی همسر چهارم و 23 ساله رضا شاه همراه گروهی که اشرف و شمس دختران شاه از همسر دومش تاج الملوک نیز بین اونها بودند به زیارت حضرت معصومه رفتند. اونها از تهران به قم اومده بودند که طبق سنت ایرانیانی که هنگام تحویل سال کنار مزار بزرگان دین حاضر میشن رفتار کرده باشند. بعد از پایان زیارت خانواده شاه به بالای غرفه های رواق که بین حرم و ایوان قرار داشت رفتند و منتظر پایان سال 1306 شدند. زنان با چادرهای مشکی به زیارت رفته بودند و حالا می‌خواستن اون رو با چادر سفید جابجا کنن. کردند، اما دولت شاهی فرض نبود. من دقت و سرعت لازم رو در این کار به کار نبردم. در نتیجه مدتی بدون چادر یعنی بی‌حجاب شدم. مشاهده این وضعیت از سوی آقایی که مشغول موعظه بود به شدت مورد اعتراض قرار گرفت. واعظ مراسم فردی به نام سید ناظم تهرانی بود. اون لابلای اعتراض خود ناسزایی هم به زنان دربار حواله کرد. در اون زمان اگه زنی با چادر سفید به حرم می اومد از منکرات محسوب می شد. صدای اعتراض به گوش آیت الله شیخ محمد تقی بافقی رسید. اون که در امر به معروف و نهی از منکر بسیار پافشار بود خودش رو به محل یاد شده رسون و از بالانشینان خواست اونجا رو ترک کنند. اندرونی شاه محل رو ترک کرده با کمک ماموران محلی به خانه متولی رفتن. ماجرا میتونست زودتر از این یا همینجا ختم بشه، اما ماموران گزارش تند و تیزی از این واقعه به تهران مخابره کردند. متن تلگرام هرچه بود رضا شاه رو به شدت عصبی کرد. اون خیلی زود همراه یک فوج زرهی راهی قم شد. شاید دوم فروردین 1307 بود که نظامیان حرم رو محاصره کردند. رضا شاه وارد صحن شد و دستور داد بافقی رو یافته و به نزدش بیارن. آوردن و به پشت روی زمین خوابوندن. رضا شاه با چوب یا عصایی که در دست داشت این مجتهد 56 ساله رو به باد کتک گرفت. در نتیجه این پیش آمد شهر به هم خورد و چند روزی در قم حکومت نظامی برقرار شد. سید ناظم تهرانی صحنه رو خالی کرده به سوی بین النهرین گریخته بود. اینک بافقی در حال کشیدن جور ناسزای اون و عمل به تکلیف خود بود. رضا شاه برای جلوگیری از گسترش اعتراضات در دیگر شهرها روز سوم فروردین از طریق دفتر مخصوص شاهنشاهی بخشنامه‌ای به رؤسای لشکرهای جنوب، شمال غرب، شرق و فرمانده تیپ شمال و والیان خراسان، آذربایجان، فارس و حاکم کرمانشاه فرستاد و خواست چنانچه از طرف علما و وعاظ و اشخاص دیگه در اطراف قضایای اخیر قم یا به عناوین دیگه علناً اظهارات بی‌رویه بشه و یا اقداماتی مورد فساد باشه از اونها ظاهر بشه قویاً جلوگیری کرده شخص مرتکب رو فوراً تعقیب نمایید. وی چند روز بعد در 8 فروردین در تلگرام دیگه‌ای به فرماندهان لشکرها و فرمانده تیپ شمال با یادآوری حادثه حرم حضرت معصومه در شب عید وعاظ، زاکرین و آخوندها رو افراد پست و بیوجدان و طبقه مفسد مملکت خوند و گفت که اگر پیش از این در برابر اونها مسامحه نمی کردید اینک کار به اینجا نمی کشید. بافقی به تهران منتقل و زندانی گردید.
گفته میشه در این زمان آیت الله حاج شیخ عبدالکریم یزدی در قم نبود. چندی بعد بافقی با وساطت حاج شیخ از زندان رها شد و اجازه یافت در گوشه ای از حرم شاه عبدالعظیم اقامت کنه. آخوند دومی که از رضا شاه کتک خورد سید اسدالله خرقانی بود. سید اسدالله میر سلامی خرقانی موسوی، مشهور به سید اسدالله خرقانی، یکی از اولین منادیان اصلاحگری دینی و از کسانیه که طرح بازنگری در برخی از عقاید موروثی شیعه امامی رو مطرح کرد. همچنین یکی از تلاشگران سرشناس در راه برگرداندن مجد و عظمت اسلام و مسلمین بود. خرقانی زمانی از مبارزان جنبش مشروطه بود. وی در خلال جنبش‌های مشروطه خواهی نقش رابط بین مشروطه خواهان و علمای نجف رو بر عهده داشت. دو بعد شخصیتی اون یعنی نقش بسیار مهمش در انقلاب مشروطیت و نیز تعالیم قرآن گرایانه اون اثراتی در جامعه ایرانی داشته و داره. سید اسدالله خرقانی از فعالین مشروطه خواهی به شمار میره. اون یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن باغ میکده بود و از سوی آن گروه به نجف رفت و در کنار آخوند محمد کاظم خراسانی بزرگترین مرجع تقلید مشروطه خواه قرار گرفت. مهدی ملکزاده اون رو در رأس مجمع طلاب روشنفکر نجف یاد کرده و به تکاپوهای فرهنگی و سیاسی اون گروه اشاره میکنه. بنابر گفته برخی آگاهان، خرقانی واسطه رساندن احکام آخوند خراسانی به ایران بوده و اون در محضر شیخ هادی از طلاب فاضل و از خواص شمرده می شد. بعد از مراجعت از نجف، مدتی وارد فعالیت‌های اسلامی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در ایران شد. در دوره سوم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده قزوین به کرسی نمایندگی مجلس راه یافت. با ادامه فعالیت سیاسی در دوره رضاخان و در جریان جمهوری خواهی از دست اون کتک خورد و بالاخره به زندانی شدن و تبعید اون منجر شد. او به رشت و سپس به فومنات تبعید شد. بعد از پایان یافتن آخرین تبعیدش به تهران برگشت و تصمیم گرفت که به کلی از مباحثه و تألیف و تدریس قرآن دست بکشه. بعد از اون بجز با بعضی از فضلا و طلاب قرآن که نزد اون علوم قرآنی میاموختند جلسه ای برگزار نکرد. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً نظر خودتون رو درباره این ویدیو و کانال داستان‌های ایران زیر همین ویدیو کامنت کنید. ایام به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.